به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز سایت تابلر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با بخش بعدی آموزش زبان پایتون خدمت شما عزیزان هستم. بسیار خوب دوستان، همونطور که جلسه قبل اشاره کردم، این جلسه میخواییم در مورد PDB یا همون پایتون دیباگر صحبت بکنیم. اما اول بخواییم بگیم که این پایتون دیباگر چی هستش، بشه دردی میخوره. اجازه بدید من یه فایل جایی درست بکنم، اسمشو میذارم debugging.py. خب فرض کنید من یه عملیاتی رو میخوام انجام بدم. مثلا میگم یه دونه متغیر دارم، اسمش میذارم نامبر 1 مساوی هستش با چی؟ اینتیجره مربوط به چی؟ یه اینپوت اینجا می‌نویسیم مثلا پلیز اینتر ا نامبر. خب این از این، و همین عملیات رو انجام میدم برای یه نامبر دیگه، یه متغیر دیگه. این نامبر دوم من هستش. خب اینجا یه دونه متغیر دیگه تعریف می‌کنم تحت عنوان ریزالت، و مقدار نامبر 1 به اضافه نامبر 2 رو می‌ریزم داخلش. در نهایت میام ریزالت رو چاپ میکنم. یه عملیات فوق‌العاده ساده. بیایم با همدیگه خروجیش رو ببینیم. میگم مثلا 1 رو دریافت کن، 4 هم دریافت کن، 5 به عنوان خروجی برای من نمایش داده میشه. حالا بذارین یه مقدار بهترش بکنیم. اینو برش میدارم، از اف استرینگ استفاده میکنم. میگیم ریزالت ایز، اینجا یه برکت اکولات. خب ریزالت رو میذارم این داخل. بریم با هم دیگه ببینیمش. مثلا میگم 3 و 6، result is 9 رو برای من نمایش میده. اما فرض کنید میخوام خط به خط کدم رو تریس بکنم. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگم وقتی که اجرای من، روند اجرای کودهای من رسید به نمبر 1، خب اون روند اجرا متوقف بشه. خب متوقف بشه، من ببینم در چه وضعیتی هستم و کنترل بکنم که چه زمانی بره خط بعد رو اجرا بکنه. برای این کار لازمه که از PDB یا همون پایتون دیباگر استفاده بکنیم. خب این PDB یه پکیجی هستش که ماژولی هستش برای زبان پایتون. یادتون هستش که می‌خواستیم از رندوم استفاده بکنیم، اون رو ایمپورتش کردیم. خب اونم توی یه ماژولی بود. اینجا هم همینه دوستان. نگاه کنید، میام این بالا میگم که ایمپورت کن. در مورد ماژول‌ها جلوتر صحبت خواهیم کرد. مبحث بعدیمون ماژول‌ها هستن. واردش می‌شیم و مفصل در موردشون صحبت می‌کنیم. اما اینجا صرفاً می‌خوام ازش استفاده بکنم. میگم ایمپورت کن PDB رو. میبینین این ایمپورت شد و به اتمام رسید. حالا برای اینکه بتونم ازش استفاده بکنم، خیلی ساده میگم PDB Python Debugger dot set trace رو براش فراخوانی میکنم. میبینین set trace اینجا چی کار میکنه؟ همینجا اون دیباگر من فعال میشه. حالا اگر اجرا بکنم ببین چه اتفاقی میفته. یه اجرا ازش بگیریم، اون کنسول من، ترمینال من، کلن نحوه خروجش عوض شد. اینجا رو قشنگ نگاش کن، نوشته PDB Python Debugger. یعنی چی؟ یعنی شما پروژه، اون کدی که نوشتی الان تحت کنترل چی هستش؟ Python Debugger هستش. یه نگاهی به اینجا بنداز، این خط رو می‌بینی؟ یه دونه اروکی اینجا گذاشته، نوشته نمبر 1 مساوی با int input please enter a number. اینو کجا دیدیش؟ اینهاشش. اینجاست. همین خط رو داره بهم نشون میده. منظور چیه؟ منظورش اینه میگه من الان میخوام این دستور رو اجراش بکنم. خب چجوری میخوایم بریم خط بعدی؟ چجوری بهش بگم که برو اجراش کن؟ یه سری کامند هایی هستش که شما میتونی برای پایتون دیباگر براش ارسال بکنی، براش در نظر بگیری و بر اساس اون حالا کامند ها میاد یه سری دستورالعمل ها، یه سری فانکشن ها رو انجام میده. منظور چیه؟ مثلا اینجا نگاه کن، یه سری دستورات وجود دارن. مثل چی؟ بذاریم اینجا اون کامند رو بنویسم، کامند PDB کامند. خب اینجا دستور اولی که وجود داره دوستان L هستش. اگر اینجا L رو بزنی ببین چه اتفاقی میفته. میزنم L enter، یه لیست رو برای من برمیگردونه. منظور از این لیست چیه؟ لیست دستوراتی هستش که شما نوشتین. حالا بذاریم من اینو درستش بکنم. میگیم your commands list، لیست دستورات شما رو برمیگردونه. خب اگر بخوای خط بعدی رو اجرا بکنی، اینجا قشنگ نگاه کن، این فلش رو گذاشته، میگه شما الان در کدوم خط هستی. این خط ایمپورت رد شده و اینجا ست تریس رو گذاشتی، از اینجا هم رد شده، رفته توی خط 5. خط 5 چیه؟ اینا هاشش نمبر 1 مساوی با int input please enter a number. میگه من الان اینجا میخوام اینو اجراش بکنم.
دستور n رو اگر بزنید اجرا میشه. خب میگه پلیز اینتر ا نامبر، عددم رو وارد میکنم، مثلا میگم 5، اینتر رو میزنم. ببین چه اتفاقی افتاد، من رد شدم، الان رفته روی نامبر 2، دوباره n رو میزنم. میبینی الان رفته روی این خط، خط بالا اجرا شد، شما اومدی اینجا. خب پس دستور n میشه چی؟ next line، میره خط بعدی. دوباره میام اینجا، اینجا n رو میزنم، میگم اجراش کن پلیز اینتر نامبر، دوباره برام فراخوانی میشه، مثلا این سری 6 رو میذارم. خب دوباره n، دوباره n، اونقدر n رو میزنم تا ریزالت برام برگردونه. result is 11 رو برام برمیگردونه. میبینین اینجا من چه عددی رو وارد کردم؟ بذاریم بیام بالا، فکر کنم 5 و 6 رو وارد کردم، حالا اگر اشتباه نکنم، چون دیباگر از کلن اثرات اجرا خارج شد، برای همین نمیشه متوجه شد. دوباره از اول بریم، اجرا میگیرم ازش، دوباره n، مثلا میگم 6، n 7. خب اینجا نیا کن، الان کجام؟ l رو میزنم، الان توی ریزالت هستش، نامبر 1 و نامبر 2 پر شدن، درسته؟ اگر بگم نامبر 1 رو بر من برگردون، 6 رو برمیگردونه، میگه آقا نامبر 1 شما الان 6ه. یا مثلا میگم نامبر 2 رو برگردون، نامبر 2 الان 7 هستش دوستان. چرا؟ چون شما اینجا نامبر 1 و نامبر 2 رو پرش کردین. بذار میام بالاتر، اینجا نگاه کن، نامبر 1 و نامبر 2 اینجا پر شدن، بذار بیا پایین، اینا هشش. میبینین نامبر 1 پر شده، نامبر 2 هم اینجا پر شده. برای همین میگه آقا مقدارش رو میتونم برات برگردونم. دوباره میزنم نامبر 1 رو برام بیار، میگه 6 هستش. ال رو میزنم، کجا هستیم؟ ال رو زدم دیگه، اشکال نداره، بذارین این رو بزنم و ازش خارج بشم. حالا ال رو میزنم، نگاه کن، میگه آقا توی مرحله پرینت هستم. خب الان دوباره اگر این رو بزنم دستور من اجرا میشه، میبینی result is 13 رو برام میاره. خب مجموع شده 13. باز دوباره با موارد دسترسی دارم، ما نامبر 1 رو بزنم 6 رو میاره، نامبر 2 رو هم بزنم برام میاره. چرا؟ چون هنوز دستورات من به اتمام نرسیدن. من در نهایت اینجا این رو انقدر میزنم تا دستورات من به اتمام برسه. خیلی خب، اما این مسئله فرض که مثلا من اینجا اجرا کردم، خب مثلا یه عددی رو اینجا وارد میکنم، میخوام از دستورات حالا خارج بشم، از حالت ران خارج بشم، یه دستوری هستش که میاد دستور شما رو ادامه میده تحت عنوان سی. خب اول کانتینیو هستش. خب اینجا نیاز کن، حالا از من دوباره عدد رو میخواد، میگم که مثلا 4 وارد کن و دیگه ریزالت نمایش میده، لازم نیست من دوباره هی ان بزنم نیکست لاین بشه. خب اینجا نیاز کنین، یه دستور دیگه داریم تحت عنوان سی، برای کانتینیو استفاده میشه، کانتینیو. خب که در اصل میاد چیکار میکنه؟ فینیشز دیباگینگ، دیباگ رو به اتمام میرسونه، عمل دیباگینگ کلا متوقف میشه. و حالا یه مسئله دیگه، فرض کنید من یه فانکشنی دارم، بذارید من این رو کلا برش دارم، اصلا کلا کامنتش میکنم. فرض کنید یه فانکشنی دارم، خب کارش چیه؟ بذارید بنویسمش، define add numbers. خب a و b و c و مثلا d رو دریافت میکنه و برای من return میکنه a به اضافه b به اضافه c به اضافه d رو. خب یه ذره کدا رو مرتب بکنیم. خب حالا اینجا add numbers رو فراخوانی میکنم و توقع دارم که مجموع اعداد برای من برگردونه، 1 2 3 4 رو براش ارسال میکنم و توقع دارم اینو برای من برگردونه، درسته؟ بذاریم من این رو بریزمش داخل یه دونه متغیر، مثلا میگم result مساوی هستش با add numbers و در نهایت میگم print کن rest رو. خب اینجا نگاه کن، میتونم خیلی ساده همینجا import بکنم pdb رو، یه دونه سمیکالن میذارم، باید بذاری اینجا و همونجا میگی pdb.setTrace. خب اینو براش فراخوانی میکنی، اینجا باید سمیکالن رو بذارید دوستان. درسته که پایتون سمیکالن نیاز نداره برای اتمام دستورات، اما وقتی که میخواین داخل یه دونه لاین هم ایمپورت رو انجام بدی هم ازش استفاده بکنی، باید با سمیکالن جدا بکنی دستورات رو، در غیر این صورت دچار مشکل میشین. خب بهتون ارور میده، اینو میذاریم که اروری بهمون نده. حالا اینجا cls رو میزنم و میخوام اجرا بگیرم ازش.
اینجا رو قشنگ نگاه کن. فرض کن من میخوام بزنم اول ال رو بزنم ببینیم کجاییم. توی قسمت ریترن هستم، درسته؟ فرض کن میخوام مقادیر A B C D رو ببینم. خب اینجا رو ببین، مثلا میگم A رو برای من برگردون. میبینی؟ A رو مثلا برای من آوردی، مثلا D رو میزنم. ببین چی آورده، میگه newest frame. یه همچین چیزی رو برای من برمیگردونه. ممکنه بعضی از این دستوراتی که شما می‌نویسین، خب مثلا میگم L رو میبینی، فرض کن یکی از این متغیرها، یکی از این پارامترهایی که من تعریف کردم اسمش Lه، ولی L اینجا به منظور چیه؟ برای بزنیم حالا مثلا اینجا من L رو بزنم، دستورات رو بذاریم من ببندمش، دوباره یه اجرا ازش بگیریم. اینجا L برای چی استفاده میشه؟ برای اینکه ببینین آقا شما کجای دستورات قرار دارین، درسته؟ به من یه لیست بود دیگه، من اینجا براتون نوشتم L برای لیست بود. اما فرض کنید یکی از این پارامترها اسمش L و من میخوام مقدار اون L رو ببینم، مقدار اون پارامتر رو ببینم. برای این کار کافی که از دستوری تحت عنوان print استفاده بکنیم. اینجا نیا کنیم، ما یک کامند دیگه دارم تحت عنوان P که برای print استفاده میشه. خب اینجا نیا کنید، مثلا میگم print کن چیو؟ مقدار موجود درون C رو. خب اگر C رو همینجوری بنویسم به معنی continue هستش و debugging finish میشه، اما وقتی P رو اولش بذارم مقدارش رو برام برمیگردونه. به صورت کلی خوبه که از همین کامند P استفاده بکنید برای اینکه بتونید مقادیر رو توی خروجی ببینید، توی همین ترمینال ببینید. حالا اینجا باز C رو میزنم و کد من اجراش به اتمام میرسه. بسیار خب دوستان، اینم از بحث PDB یا همون پایتون دیباگر، مفاهیمی که میخواستم این جلسه مطرح بکنم رو به صورت کامل بررسی کردیم با هم دیگه. حالا انشالله جلوتر که بریم در مورد دیباگ کردن بیشتر توضیح میدم. یه مقداری حالا کدهایی که الان نوشتیم ساده هستن، آنچنان چیز خاصی برای دیباگ کردن ندارن. حالا جلوتر که بریم بحث شیگرایی و ماژول و همه اینا رو با هم دیگه بررسی بکنیم، بحث دیباگ کردن بیشتر به چشم میاد. حالا یکی از کاربردهای این دیباگ کردن چیه؟ مثلا حالا این عملیاتی که من اینجا انجام دادم، فرض کنید یه فانکشنی دارم که 20 خط 30 خط کد داره، میخوام ببینم تو هر خط داره چه اتفاقی میفته و قشنگ تریسش بکنم، اگر اشکالی ایرادی چیزی درونش اتفاق افتاد اون رو بررسیش بکنم. اینجا پای دیباگر میاد وسط. تا اینجای کار ابزار دیباگ رو با هم دیگه شناختیم، جلوتر میایم ازش استفاده میکنیم. بسیار خب، ممنونم که این بخش رو با من همراه بودین و وقت ارزشمندتون رو در اختیار من گذاشتین. امیدوارم که مطالب این جلسه هم براتون مفید بوده باشه. تا جلسه آینده همه شما دوستان عزیزم رو به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق و معید و شاد باشید و فعلا خدا نگهدارتون.